هر از چند گاهی خبری در رسانه های مختلف انگلیس مبنی بر حمله فرد یا افراد ناشناس به یکی از مساجد مسلمانان منتشر می شود. این گونه حملات در چند ماه اخیر چندی مرابر شده به طوری که مسلمانان را واداشته که به فکر ای باشند تا بتوانند امنیت مساجد را تأمین کنند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. شورای مسلمانان بریتانیا در روزهای اخیر پس از افزایش حملات نجات پرستانه به مساجد ترخی شش بندی را برای تامین امنیت مساجد این کشور ارائه کرده است. این شورا زنگ خطر را برای امنیت مساجد به صدا درآورده و بر لزوم تامین تجهیزات حفاظتی بیشتر برای عبادتگاه های مسلمانان تاکید کرده است. این شورا طرح شش مرحله ای را برای افزایش امنیت مساجد و محافظت از آنها در برابر هر گونه حمله ناشی از اسلام حراسی مانند تعصب، نفرت و ترس از اسلام یا مسلمانان منتشر کرد. آمار و ارقام وزارت کشور بریتانیا افزایش جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان را نشان می‌دهد که به 124091 مورد جنایت بین مارس 2020 و همان ماه در سال 2021 رسیده است که بالاترین رقم ثبت شده تا کنون است. وزارت کشور انگلیس این افزایش آمار را با توسعه سیستم خود برای رصد این جنایات و تشویق مردم به گزارش کردن هر گونه حمله نجات پرستانه توجیح می کند. در بعد مربوط به جنایات با انگیزه تنفر دینی مسلمانان در خط مقدم حملات نجات پرستانه در انگلیس قرار دارند. بر اساس آمارهای امنیتی بریتانیا، بیش از 45 درصد از قربانیان جرایم ناشی از نفرت دینی مسلمانان و به ویژه زنان مسلمان به دلیل داشتن هجاب بودند. طرح اعلام شده توسط شورای مسلمانان بریتانیا درباره ایمنسازی مساجد شامل شش مرحله است، که مؤسسات اسلامی و مساجد را در برابر احتمال حملات با انگیزه تنفر دینی ایمن تر می کند. در این طرح بر لزوم تعیین تیم امنیتی برای مسجد، آموزش افراد برای تأمین امنیت مراکز آموزشی وابسته به مساجد و تعیین سخنگوی مسجد برای صحبت با رسانه ها در صورت هر گونه حمله تاکید شده است. شورا بر وجود یک سیستم نظارتی برای همه درهای مساجد و مکانهای عبادی مسلمانان تأکید و تصریح می کند که باید اطمینان حاصل شود که در صورت بروز هر حادثه ای آن حادثه گزارش و ثبت شود و از شرکت های تخصصی هم مشاوره گرفته شود تا معلوم شود آیا ساختمان مسجد دارای فناوری های لازم برای امنیت هست یا خیر. شورای مسلمانان بریتانیا میگویند که هیچ تهدیدی را دست کم نمیگیرد حتی اگر از طریق تلفن یا ایمیل باشد بنابر این بر لزوم گزارش هر گونه پیام نجات پرستانه به پلیس خواه از طریق تلفن نامه یا نشریات مکتوب تاکید میکند این شورا همچنین از نمازگزاران خواسته است در ساعت اولیه صبح یا شب به تنهایی به مساجد نروند و از استفاده از مسیرهای تاریک و جاهایی که تردد آبران پیاده و خودروها کمتر است خودداری کنند.